این برنامه از طرف مجتمع جامعه مدنی افغانستان برای شما تقدیم می گردد. برام خدا دوستای عزیز سلام عرض میکنم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویژه برنامه هایی که از سوی مجتمع جامعه مدنی افغانستان به شما تقدیم میگرده. از جای بیننده طوری که همه شما میدانید و در سالیان متمادی تجربه شده که همکاری پلیس با مردم و همکاری مردم با پلیس لازم و ملزوم یک دیگر است. یک تعداد زیادی از دفاتر پروژه های زیادی را در این راستا تطبیق کردند که مجتمع جامعه مدنی افغانستان یکی از این دفاتر هست که در قسمت آموزش پلیس و دایر کردن ورکشاپ ها و همچنان نصب کردن صندوق های شکایتی و گفتمان های مردمی و هی یکی از فعالیت های از این مجتمع جامعه مدنی است که در سال 2009 شروع گردیده در ولایت کابل و بعد در ولایت های دیگر و سپس در ولسوالی هایی که فعلا شما شاهد برنامهش خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب محترم قماندان صاحب امنی ولسوالی مارمول، نماینده با صلاحیت مقام ولسوالی مارمول، بزرگان، موسپیدان، جوانان و متنفذین، اساتید مکاتب، برنامه پلیس مردمی که امروز یکی از فعالیتاش اینجا جریان داره و کل ما و شما هستیم، در 6 ولسوالی ولایت بلخ فعالیت داره. ولسوالی نهرشایی، بلخ، دهدادی، چارکد، چمتال، مارمول. و زیادتر از 3 سال میشه که این برنامه در این ولسوالی های مختلف بلخ همین فعالیت هایی که امروز ما و شما هستیم و بعضی فعالیت های دیگه که حال قرار است من نامش بگیرم، این فعالیت ها جریان داره. از او خاطر در زمانی که سال 2014 آغاز شد، در ماه 4 از او اداره دفتر مؤسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان خواست که 3 ولسوالی جدیده که در اونجا اکثرا ما شما شاهد هستیم که زیادتر نهادها و دفاتر اونجا سهم نمیگیرن که عبارت از مارمول و چمتال و چارکنت است و ملحوظات مختلف، دلایلش اینجا یادآوری نمیکنم، تحت پوشش این برنامه قرار گرفت که خوشبختانه ما شما امروز حضور داریم و توسط هماهنگی های خاصی که شد و قبولایی که از طرف مقامات محترم شد، این برنامه 4 ماه میشه که در اینجا جریان داره. فعالیت های از این برنامه در قدم اول آموزش برای افراد پلیس است که ما در هر ماه 2 بار در اینجا میاییم با همکاری مقام محترم قماندانی امنیه که خیلی یک همکاری قوی دارند در این خصوص. ما برنامه های آموزشی برای پلیس، نیروهای پلیس داریم که تعدادشان 35 نفر است و در هر ماه 2 ماه ما اینجا میاییم. در پهلوی از این برنامه دیگه که ما داریم کارگاه های آموزشی است که شاید یک تعداد زیاد شما در او اشتراک کرده باشین که او شامل بعضی از دروس و تعلیمات است که بسیار ضرور است برای مردم به خاطر بلند رفتن سطح آگاهیشان که از این مستفید میشن. علاوه بر این، ایجاد کمیته ها یکی از فعالیت دیگه از این برنامه است که یک ایده از دوستای ما که در بین شما هستن شاید از عضو همین کمیته هایی که ما اینجا ایجاد کردیم باشن. این کمیته 18 نفر است، 1 نفر پلیس هم نماینده داره و وظیفه از اینا یا مسئولیت هایشان قسمی است که اینا در 1 ماه 1 بار نشست دارن با همکارای ما که کار میکنن اینجا و تماما کارکردها و رویکردهایی که در طول 1 ماه اینا متوجه میشن با همین نشست اینا در بین خود جر و بحث میکنن و بعضی راحل های را در قسمت موجودیت مشکلات اینا پیدا میکنن و مقامات محترم قماندانی امنیه و مقام محترم ولسوال از این خصوص در جریان میگذارن. این وظیفه از این کمیته است. در پهلوی از این ما شاید بعضی دوستای ما یکی دو صندوقی که ما به نام صندوق شکایات در ولسوالی مارمول نصب کردیم شاید اکثریت بفهمه ولی بعضیا پیششان سوال باشه که این صندوق چی است، چی خواد کرد. این صندوق صندوقی است به نام صندوق شکایات و پیشنهادات و نظریات خود مردم
کلید از این صندوق هم پیش امی اعضای کمیته 18 نفری که از داخل خود ولسوالی مارمول ساخته شده این کمیته و اکثرا این کمیته اشخاص سرشناس و قریه‌دار صاحبان این ولسوالی است. اینا در طول یک ماه زمانی که نشستشان ختم شد میرن به طرف باز کردن صندوق ها، میبینن صندوق ها را که کدام همشهری ما، کدام هموطن ما، کدام قشلاقی ما چه نظری داشتن. یک بازنگری هر ماه صورت میگیره و او اوراق جمع میشه و راپور داده میشه و بالای از او غور و بررسی صورت میگیره. به خاطر از اینکه امی زمینه یاری هرچی بیشتر در بین مردم و پلیس ایجاد شوه، توسط نماینده خود پلیس در مکاتب صنف 10 و 11 و 12 این برنامه میره، برای تعداد زیادی از شاگردا برگ سبز تحفه درویش، یک کتابچه یا یک قلم توسط خود اعضای کمیته و پلیس به دست خود برای شاگردا را تقدیم میکنند. و فعالیت دیگه در پالوی از این فعالیت ها یکی از گفتمان های مردمی است که در سطح هر ولسوالی راه اندازی میشه که امروز ما شما شاهد امی گفتمان هستیم. هدف از این گفتمان این است که تا زمینه های رویارویی و فرصت های خیلی جالب و خیلی خوبه این برنامه فراهم بکنه، تا یکی مردم از خیلی نزدیک مقامات درجه یک ولسوالی را ببینن و گپایی که پیششان است، مشکلاتی که هست یا نظریاتی دارن در قسمت تامین امنیت یا هر چیزی که هست بتونن مستقیم از ایشان در این مورد سوالاتی داشته باشند. در این قسمت ما میریم سراغ جناب محترم قماندان صاحب امنی ولسوالی مارمول تا ای که در قسمت کارهایی که دارن، پلانهایی که دارن، ای بیدارخوابیهایی که دارن، ای مشکلاتی را که قبول میکنن ما شما را هرچی بیشتر در جریان قرار بده تا ای که ما بفهمیم زمانی که یگان گپ میشه جایی که مردم زندگی میکنه تا اونجا مشکلات است. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. جهان سپاس جناب مدیر صاحب محترم و مؤسسه مجتمع جامعه مدنی پلیس مردمی و به اجازه جناب مدیر صاحب اداری نماینده باصلاحیت ولسوالی، همه دوستا و بزرگا سلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستا قسمی که در جریان هستین، پلیس همونطوری که از نامش هویداست خدمتگار ملت است. بیایم از اینکه به پرده تر صحبت بکنیم، میگم خدمتگار ملت به مفهوم چی؟ آیا به عنوان قماندان بالای مردم کلانکاری؟ یا خدای نخواسته به تعبیر دیگری خدمتگار ملت یعنی کنیز؟ نه، نه چنان، نه چنین. قماندانی به مفهومی خدمات سالم، ارزشمند و ارزنده، صادقانه، ولو که در رأس مردم هم بوده باشه. خدمتگار یا پلیس خدمتگار مردم، بله، بازوی ملت، پاهای ملت و ملت است که سری پلیس به عنوان پای خود باید استاد باشند. بنابراین با توجه به این عقیده، خدمات را که پلیس شما در جریان مدتی که تازه وارد عمل شده، شخص خودم و همیشه سایر نیروهای امنیتی بوده، ای بوده که تدابیر هرچی بیشتری امنیت در قدم نخست، از راه های مختلف، از طرق مختلف، از امکانات مختلف
و هر وسیله که ممکن است تک باید امنیت تامین شود. و ولیکن همه میدانین که تامین امنیت بدون هیچ نوع امکاناتی ناممکن است. اما شخص ما به این عقیده است و بزرگای گفتن از امکانات ناچیز استفاده سالم. پلیس مردمی ولسوالی مارمول با کمیت 55 نفر نهایتاً 60 نفر تشکیل خیش فعلا وارد چی نوع برنامه ها هستند؟ خب همه میدانین در نظام یک اصل است طبق هدایات مقامات تعداد 14 نفر از سای منصبا و سربازای شما و طور خدمتی طبق هدایات محترم قمندان صاحب امنیه عمومی در سایر نقاط ولایت ما شما مصدر خدمت هستند. باقی مان 40 نفر. 40 نفری که ما شب رو در خدمت شما قرار داریم همه میدانین یک بخششان مصروف کارهای اداری هستند و شعبات مربوط خود. باقیش ما با 1002 پستی امنیتی جمع مرکز قماندانی در خدمت است. پست‌های امنیتی ما و شما یکی استقامت تنگی است و دیگری هم به تپه به نام عبدالواحد که مشهور است و همه بلدی دارد. در لا بلای از این پست‌ها گشت و گذاری گزمه‌ای خودم به طور مداوم یا تکتیکی می داشته باشد. در جریان کمپاین انتخاباتی شما خود شاهد صحنه بودین. الحمدلله با حمایت والای شما مردم صلح‌شور مارمول و رهبری سالم مقامات ذی‌صلاح فرزندان صدیقتان در لباس پلیس آنچه که لازم بود دریغ نکرد. این افتخارات مایه عزت شما هستند. چون رهبری و مشوره های سالم شما بزرگا و در رأس جناب ولسوال صاحب بوده که افتخارات به دست آمد. در یک فضای کاملا امن و امنیت انتخابات روزی ملی خود را ما شما موفقانه گذشتند. بعد انتخابات حلول ماه مبارک رمضان همینطوره که سرزمین مارمول با تمام مساجد جامعه ختمای مبارک بود. پلیس شما دوش و دوش شما هم به عنوان نمازگزار و هم به عنوان نیروی امنیتی در کنار شما قرار داشت. گاهی به عنوان گزمه، گاهی به عنوان نمازگزار، گاهی به عنوان مهمان در کنار شما قرار داشت. در یه اواخر در ایام حلول عید سعید فطر حادثه ناگوار و دلخراشی نابخشودنی برای انداخته شد در قلمرو ولسوالی مارمول به عنوان اختطاف یک واقعه داشتیم. در تاریخ 35 سالی جهاد و مقاومت سرزمین مارمول و نیروهای امنیتی مارمول چنین حادثه‌ای رخ نداده بود. زمانی که برای ما شفر رسید که چنین واقعه قرار دارد. خدا شاهد است در کنار دوستای بزرگای خود هم ایدی میکردم و هم از دلم خدا خبر بود که چی برنامه هایی را در قلب خود، در ذهن خود و در دستورات خود داشت. خدا قبول بکنه، رهایی نشود. خوشبختانه هم عمل بی‌مثل و بی‌مانند نابخشودنی در تاریخ 35 سال و هم اجراعات موفقانه سالمانه سالم و موفقانه ای که بدون هیچ نوع خدای نخواسته نگرانی و تلفات و غیر ذلک
الحمدلله با کمک یاری پروردگار و همت و همکاری والای شما ملت عزیز موفقانه به در آمد. این هم افتخاراتش شامل حالی جمعی افتخارات سرزمین مارمول و بالای شما بزرگا است. و این نتیجهش و علتش یگانه رمزی که ما افتخار ما و شما به دست آوردیم همکاری بی‌دریغ شما ملت بوده. و امروز من از یک فرزند خدمتگار یک سربازتان هم به خود افتخار میکنم و هم به شما افتخار دارم. و هم بالای مدیر صاحب محترم افتخار عظیمی خداوند نصیب بکنه که ما را چنین تربیه دادن که با مشوره های مردمی میتونیم که به چنین موفقیت ها نائل آییم. بنابراین یک بار دیگر در حضور خدا و در حضور جماعت بزرگ تعهد می سپارم هر آنچه که لازم است جهت پیش برد هرچه بیشتری امنیت و رفاه و آسایش مردم و مشوره های سالم مردم دریغ نخواهم کرد. و از شما ملت بزرگ توقع دارم که به تمام عرصه های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی ما را یاری برسانید. به ما مشوره های خود داشته باشین، انتقادات خود داشته باشین، سوالات خود داشته باشین، هدایات و راهنمایی های سالم را داشته باشین تا ای که همیشه ما شما در این سرزمین پر افتخار با عزت زندگی بکنیم. بنابراین اگر هر دوستی در مورد پلیس پیشنیاد داشته باشه، سوالات داشته باشه، اداره پلیس شما در خدمت شماست. تشکر از توجه شما، تشکر از جناب مدیر صاحب و همچنان مدیر صاحب اداری که با حوصله مندی تا حرفهای ما را گوش کردن. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. با ابراز تشکر از جناب محترم قماندان صاحب امنی ولسوالی مارمول، اگر فکر بکنیم به خاطر از اینکه ما آرام خواب بکنیم دوکان ما قفلش نشکنه، سر بام ما کس بالا نشه، ما آرام بخوابیم، پلیس بیدار است، پلیس گزمه داره تمام روز پشت دروازه ما قریه در قریه با امکانات ناچیز که در اختیارشان قرار داره. اگر کسی در بین شما باشه فرصت برای مردم است تا ای که در قسمت کدام نظر، کدام پیشنهاد، کدام گپی اگر باشه که پیششان حل نشده باشه میتونن که آزادانه بپرسن یا نظر بتن یا پیشنهاد داشته باشن. خیلی زمینه فضا خودمانی است، از خود ماست، بین خود ماست، برای خود ماست، همه چیز انشاءالله واضح است. بسیار تشکر جناب قاری صاحب، فکر کنم که چیز سوال دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حضار محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهوري اسلامي افغانستان نافذ است، از طریق با همه کسانی که آواز ما را میشنون یا میبینن ما را برشان اطمینان میتم که ولسوالی مارمول هیچ مشکل نداره. ان شاء الله تعالی مشکلاتی که هست و دیگه بزرگا و مسئولین از او آگاه هستند، در صدد حل شدنش است، چه در بخش معارف است، چه در بخش بازسازی است، چه در بخش های دیگری است، کار جریان داره. ما ملت، ما مردم کاملا خوش هستیم. از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. بسیار تشکر از جناب استاد. واقعا قسمی که اینو فرمودن در ولسوالی مارمول امنیت سر تا سری وجود داره و مردم هم همکاری‌های خیلی قوی و نزدیک با پلیس و نیروهای امنیتی خود دارن و تقاضای مسئولین امنیتی شما هم قسمی که جناب قماندان صاحب پیشتر خودشان بیان فرمودن همی است که امنیت، هماهنگی و همکاری نزدیک است باید نزدیک‌تر شود، قوی است باید قوی‌تر شود. چرا؟ به خاطر خود ما، به خاطر منطقه ما، به خاطر محیط ما. بسیار تشکر از جناب استاد که نظریات عالمانه داشتن در خصوص. خب اگر کسی دیگه باشه آزادانه میتونن که از این فضا استفاده بکنن و همه چیز
فضا از خود ماست، بحث از خود ماست، جناب قماندان صاحب از خود ماست، نماینده محترم ولسوالی از خود ماست، همگی از خود هستیم خلاص. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز الله هستم، یک تن از معلمین مکتب متوسطه پروازها. در قدم اول به تمام حاضرینی که در مجلس امروزی ما و شما حاضر هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نظر ما چون مجلس ما و شما مجلس خودی است، همی است که بعضی تخطیه را ما خود ما در دولت میبینیم. مثلا اگه متوجه باشین، یک روز در خود تلویزیون گفته بود که یک خانم در خانه امن سپرده شد و خانه امن توسط سه پرسنل پلیسش به او تجاوز کرد. ما هدف ما این است که تا خود پرسنل دولت، پلیس ما با مردم حس اعتماد به وجود نبره، هیچ وقت دولت به اونا هماهنگی نمیکنه. مثلا در چوکا که میرم میبینیم که تابلوها زدگی است که پلیس دست یک بینوا را گرفته میبره. این خودش خوب یک چیز است، مگر در صحنه عمل باید ببینیم که مردم خصوصا ولسوالی های قدر اعتماد زیاد مثلا نسبت به این چیزا نداره. میتونیم از این طریق که امیر در صحنه عمل پیاده کنیم. مثلا یک برادر ما از یک جا یک مشکل داره، همین پلیس ما که پیرست میتونه دست او را بگیره به یک طریق دیگه او را انتقال بده، مشکلش حل بکنه. یک نزایی که بین یک دو نفر است استاد شده، او را سایل نکنه، بره او را چی کنه؟ فیصله بکنه به حیث یک کسی که خدمتگار مردم است. دیگه گفتنی ندارم. تشکر از آمدن شما. السلام علیکم و رحمت. با ابراز تشکر از عزیز الله خان. استاد، واقعا اینا بعضی نظریاتی داشتن که جناب قماندان صاحب او را یاداشت گرفتن. میشه که در این موضوع یک کمی زیادتر خود قماندان صاحب روشنی بیندازن. تشکر جناب استاد. واقعا حرفای شما مرا در او پیام رساند که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. واقعا فضای 13 سال اخیر ما شما تفاوت بسیار کلی داره نسبت به فضایی که ما در 22 سال گذشته تارش زندگی خود بیاد دارم. اما نگفته نگذاریم که این فضا ثمره همان فضا است. در مورد از که در ادارات دولت کمی و کاستی های وجود داره، همه میدانیم، در این شک نیست. همین که میگویم همه میدانیم به این شک نیست، به این مفهوم نیست که ما از زمره کسایی باشیم که شامل همو برنامه ها بوده باشیم. اما مسئولیت ها شخصی است، انفرادی است و از هر آدرسی که خدای نخواسته ما شما یک مشکل مشاهده میکنیم، سوال متوجه از امو آدرس بوده باشه بهتر خواهد بود. اما در کل وقتی که میایم به حضور اداره مجتمعی پلیس مردمی افغانستان، خوب است که به عنوان یک نظر به سطح مقامات بالایی که در سطح تمام ولسوالی ها و به سطح ولایت مسئول هستند به سمشان برسانند بد نیست. زیرا هر ندای آواز خود را دارد و هر صدای ثمر خود را. سوالی که من میخواهم از شما داشته باشم، هر آن چیزی را که شما در اداره نیروهای امنیتی پلیستان به سطح ولسوالی مارمول مشاهده میکنین، میتونین که متوجه حال ما بسازین تا ای که ما خلای خود در نظر گرفته مطابق لایه وظایف خود پیش بریم. خدا کنه جواب استاد داده تانسته باشم. جوان سپاس واقعا از احساستان که همو میگه اولاد همه چیست؟ اعضای اولاد آدم اعضای هم دیگرن. چی میگم تو رکی؟ و اگر درد در جای دیگه هم است، خوب است که بس شما شما با مارمول میکنیم. این نهایت همو احساس و دلسوزی و وطن دوستی و
همو سر واقعات فکر کردن مردم صلاح شور و با شهامت مردم مارمول از جناب مدرسه. خیلی تشکر جناب استاد. خب دوستان عزیز، از جناب محترم قماندان صاحب امنیه ولسوالی مارمول یک دنیا سپاس، از اینکه با وجودی که مصروفیت های زیادی داشتند با خواسته های مردم خود لبیک گفتند و لحظاتی را با شما سپری کردند تا اینکه ببینیم یک عرض حال بکنیم با خیلی رویارویی نزدیک، تا اینکه نگرانی هایی که بین مردم وجود داره و بتانه که کاهش پیدا بکنه یا حل و فصل شود. و امیال هم که قماندان صاحب اینجا پیش ما هست بعضی ملاقات های دیگه دارن، یعنی خیلی سخت است که از جنابشان ما فرصت بکشیم، ولی با از هم تا بسیار تشکری میکنم از جناب قماندان صاحب و همچنان از جناب محترم عبدالوکیل خان نماینده با صلاحیت مقام ولسوالی مارمول که لحظاتی را با ما داشتن. اینا هم مصروفیت های کاری زیاد دارن، طبعا زمانی که خود ولسوال صاحب در یک وظیفه می باشه یا خارج از ولسوالی می باشه تماما مسئولیت ها به دوش همکارای نزدیکشان می باشه. ما مطمئن هستم که اینا هم کارهای زیادی دارن که امیال انجام بتن، ولی چون بحث مردمی بود اینا فرصت کشیدن خانهشان آباد آمدن با ما شما در این برنامه اشتراک کردن. بسیار تشکر میکنیم از شما قماندان صاحب و مدیر صاحب محترم. از حضور فعالانه و گرم و گسترده ایتان خیلی سپاس داریم. بسیار تشکر از اینکه شما امروز نشان دادین که شما از ولسوالی مارمول برای خودتان، از ولسوالی ایتان، یعنی خیلی پیام های صلح داشتین. خیلی هم خرسند هستم که در بین شما خود احساس میکنم از تشریف آوری هر کدام شما، هر قدمی که شما رنجه فرمودین، من اظهار شکران دارم. بسیار زیاد از همه شما تشکری دارم. چرا ما را خواستن این روز از کجا آمدیم کارا را در حق کردیم از اون خاطر ما میخواد از کسی فرد روشنی بیان داد و سایی که فرد دوستان و مرمون سوزنا باقی است این خصوص کلا خوبتر مرمون از خودشان احساس بکنم با خود رفتن واقعا یه یکم بگیر ما رشته صحبت به خاطر از اینکه شما میشه نظریات و سوالای داشته باشین، رشته صحبت برای جناب قماندان صاحب میتیم تا اینکه اینا در خصوص فعالیت‌هایشان و کارهایی که برای مردم میکنه و از در گوش ما و شما که در قریه‌جات دور هستیم نمیرسه، از او خاطر میخواییم که قماندان صاحب در این رابطه صحبت بکنند. جناب قماندان صاحب. بسیار خوش و خرسند هستیم که اینا زحمت‌های را کشیدن و شما مردم هم هماهنگ ساختن قد پلیس، قد پلیس کردن در بخش کارهای کمپیوترها همکاری پلیس هم بودن. خاطر اینکه روز اول که آمدن که ایجاد کمپیوتر کردن یا همین پرگرام بوده که پرگرام نمایی اینه که به ولسوالی چارکی برگرام بودن، ما همراهشان مطابق قانون همکاری رو انجام بودن. همیشه در ماه یک بار و دو بار جلسه نماینده های جامعه مدنی یا وزقادار های جامعه مدنی به ولسوالی چارکن هماهنگی پلیس یا اعضای کمیته که از حرکت های مدنی برای پلیس گفتن و از قانون پلیس با کمیته جامعه مدنی ولسوالی چارکن ابلاغ کردن و با مول لحاظ ما دو شادش قد از اینا هم کاری کردیم، نماینده پلیس معرفی کردیم دیگه جایی که کمیته نداشتن جایشان ما
در داخل قماندانی در نظر گرفتیم. در قسمت کارهای پلیس، چون که از نامش پیدای پلیس خدمتگار مردم است، مدت یک سال زفتر میشه که ما در سال چهارسیم تقرار پیدا بیدیم به صفت یک عسکر شما. در سالوگاهی که ما داشتیم خود شما در جریان استیم، در شما معلوم است دو ماجرای موزیلی کلام دارند، یکی در قسمت یاقی ها بود که بعضی ها خود طالب جور کرده بودند، تعداد نفوذشان از 70 نفر اضافه بود و تای 4 عملیات پی در پی ما توانستیم که منطقه را از وجودی از یاقی ها یا طالب نام کردن خود را پاک کنیم. دو برای همه مردم چارکه و مقامات از سلام معلوم است. در نتیجه تعداد 5 نفر یا از قاتلین یا طالب نما رو ما در دست قانون سپردیم که 2 ازی از تندرک و 3 ازی از شرپلا که هر کدام از اونا یک ماجرا خلق میکردن. امثال پدر دامولا نسیم از تندرک، میراب یک از قاتلین بسیار نامبرده قریه تندرک و امثال از این مثل رضا سیاکی پیش از دو سالی بود باد از پیشین خود کارمند امنیت ملی جور مکرد. این را ما در دست قانون دید و گفت دوم چی در امر شما معلومه که جنجالی بین ولایت بلخ یا ولایت سمنگان دو این متصل بود در دو ولسوالی، ولسوالی چارکین و ولسوالی پیروز نخچیر. بلنک ها زیر زمینی مالچر یا دولتی که در یک گوشه و کنار چارکین است، هر سال یک دو نفر یک نفر قربانی را از دو طرف میکنه، یا از چارکین یا از پیر نخچیر یا از بلخ یا از سمنگان. اما این ماجرا را دستاورد پلیس شما بود که امسال بدون کدام قتل و کشتار، بدون ازی که از مردم فیروز نفسید یا پلیس والی چارکین قربانی بگیرد، بیاری خداوند کمک شما مویسی پیدا و بزرگای پلیس والی چارکین بودن که حل شد و حل کرد و این کارهایی بودن وظیفه بودن که پلیس با کمک و همکاری شما مویسی پیدا و یاری خداوند انجام دادن. اما از لحاظ امنیتی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. تا شما بهتر مانم چون مویسی پیدا و بزرگای زمان نکستیم. اما یک چیز قابل یادآوری میدنم که جنجالی که در بین پیر نخچیر و ولسوالی چارکین بود اینونی کمیته جامعه مدنی بود که اعضای دو کمیته یا رئیس دو کمیته قاضی شریف بودن. این سهم بسیار عمده و فعال داشتن که او راستا قدما یک دو بار زحمت کشتن رفتن. نیاز دارم که به این جلسه ما شما میمانم تقدیر مونیم. دیگر در قسمت امورات کارهای وظیفه داخلی در هر شرایط به هر وقت چی در شب چی در روز اگر یک تلفن شده یا مراجعه شده از لحاظ امنیتی یا لحاظ قضایای جرمی جنایی ما مثل یک عسکر در خدمت مردم ولسوالی چارکین بودیم و هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. با ابراز تشکر فراوان از جناب محترم سمونمل حسن علی خان قماندان امنی ولسوالی چارکین، واقعا صحبت‌های خیلی عالمانه و خیلی هم نظامی، خیلی هم امنیتی، خیلی هم مردمی، خیلی هم حلال مشکلات برای ما شما ابراز کردند. طبعا ما مطمئن هستم که یک قسمتی از حاضرین یا اشتراک کنندهایی که اینجا هستند
از این فعالیت بزرگی را که طبعا در 24 ساعت که ما و شما در خانه خود استراحت هستیم و دوکانهای ما قفل است و خوش داریم که قفل از او نشکنه، دوکان ما باز نشه، مال ما از خانه ما دزدی نشه، ما راحت بخوابیم، بر از او نیروی امنیتی ضرورت است که اینا خواب خود وقف میکنن به خاطر مشکلات ما که ما آرام باشیم، طفل ما آرام مکتب بیایه، خانه ما امن باشه. مشکلات علفچرهای دو ولسوالی واقعا یه گپ ساده نیست و شما از این منطقه هستین و زیادتر آگاهی دارین که چقدر سال است که این همینطور دوامدار بود که خوشبختانه یکی از دستاوردهای خیلی قوی مقام ولسوالی با همکاری که بین قماندانی امنیه و مقام ولسوالی و مردم است، این مشکل تانسته که امروز الفصل شوه و یکی از دستاوردهای خیلی هم قوی است. خیلی تشکر و سپاس دارم از جناب قماندان صاحب که وقت دادن. اگر کدام نظریاتی داشته باشین یا کدام پیشنهادی داشته باشین یا کدام انتقادی داشته باشین، چون بحث خیلی بحث خودمانی است و این فضا فضایی است که از خود ماست، برای خود ماست و جنابایی که اینجا حضور دارن از خود ماست، میشه که پیشتان کدام سوال خلق شده باشه در خصوص کارهایی که در چارکینت است، میتونین که آزاد صحبت بکنین، آل فرصت شماست. کسی هست که چیزی بگویه؟ چیزی سوال؟ بفرمایید شیخ بابا. شما این میکروفون در دستتون گرفتین، فقط از انتقال به این جبه با ما کاری نداره. مثل ما بعضی که مثل ما گوش ما سنگینه، هیچ متوجه نمیشیم شما چی میگیم، نفهمیدیم. یکی را اگر باشد این میکروفون باید طوری تنظیم بشه که مردم بشنوه، نه فقط برای خود شما، برای شما باشه. یک دوم دیگهشی که فرض میشون شما فرمودین که ما برنامه های آموزشی داریم، یه آموزشمو از قبیل چیه و شامل حال چی کسانی میشه؟ ما که نفهمیدیم که این آموزش چی بوده و چی کسانی باید از این آموزش شامل بشه، ما که نفهمیدیم. بعض معذرت ببخشید. خاطر از اینجا که اگر ما در اینجا میکروفون نصب بکنیم، بالمی صدا خودش خیلی بلند است، خیلی اذیت کننده میشه. فکر نکنم. خب من مشکل شما رو درک میکنم، درست است، انتقادتان با چشم بجا، ولی فکر میکنم صدا تا آخر میرسه، ولی کسایی که یک ذره مشکل شنوایی است طبعا اونا حق دارن که انتقاد بکنن. برنامه آموزشی ما آقا شیخ حق و حقوق شهروندی را ما درس میدیم، با وجودی که مثلا 40 ساله یا 50 ساله شدیم، نه ما همیال درست نمیفهمیم که ما منعیس یک شهروند به این جامعه چه حقی داریم. ما باید بخاطر از اینکه یک قضیه ما یا یک مشکل ما حل و فصل درست شود، در کدام مراجع باید بریم؟ درست است که این ادارات دائم 24 ساعته آغوشش باز است و خدمت مردم هستند، ولی سلسله راهکارهای را شامل درسهای ما است که مردم خوبتر بفهمند قبل از اینکه خب آگاهی است در هر مورد، انسان هر چقدر که بفهمه بازم برش کم است. از او خاطر حقوق شهروندی، حقوق مدنی که ما میرسه یک شهروند چه حق حقوقی داریم، مشکلاتی که داریم در کجا باید رسیدگی شود، یک مشکل یا یک جرمی که صورت میگیره مجازات از این چقدر است که ما از جرمی که کردیم زیادتر مجازات نشیم، اینا معلوماتی است که شامل دروس ما است. درست؟ آمد بخش اشتراک کنندایش. در هفته دیگه اگر خدا خواسته بود که اگر ما کارگاه آموزشی ما بود، یک ماه ما این را حتما داریم انشاءالله، خدا اگر نفس باقی گذاشت حتما این را داریم. شما خود ما حاضری تانیجه هست، شما را شاید دعوت بکنیم. ما سایر دوستا، ما خیلی دوستای نو ایجا دیدیم، از او خاطر بس برشان جالب بسیار نو است برشان، واقعا حق شما خیلی بجاست که سوال بکنیم، بخاطر از اینکه شما نو ایجا آمده نو دیدیم ما شما، از او خاطر حق شما. اشتراک کننده ازی کسایی می باشه مثل شما، مثل جوانان، مثل استادان که اینجا هستن. این درس درس مردمی است. ما درسی که برای بخش پلیس داریم، جناب قماندان صاحب کاملا در جریان هستن که اونجا چه درسایی هست، کاملا بحثای موضوعی کاملا 24 ساعتی پلیس میشه، اون دیگه برای مردم ضرور نیست. خیلی برای مردم چی ضرور است؟
اما بحث که پیشتر برتان گفتم اونو درسای مردمی است، حق و حقوق است، حکومت داری خوب چنوا باید باشه، ما داد خود را کجا بزنیم، اینی درسای است که ما داریم. اشتراک کنندهش هر کسی که میتونه باشه، این قفل نیست که بگویم نه شما نبین باید فلانی بیاید، اینطور نیست، کاملا باز است و تعدادش هم میتونه که تا 40 نفر باشه، از پلیس کده زیادتر، به خاطر از که پلیس با وجودی که ما 30-35 تن در درسای خود آموزش داریم برایشان، برای مردم میخوایم از اون کده زیادتر شود، 40 نفر شود. از اون خاطر آغوشش کاملا باز است، هر کسی که بخواهد که اشتراک بکنن کاملا آزاد است، میتونن که اشتراک بکنن و یک بار در این درس ها بنشینن. بسیار تشکر، سلامت باشین از اینکه شما گپایتون هستم. ما به خاطر این سرگی که از مزار آمده تا ولسوالی چارکنده، این سال بارانای زیاد شد، نه سیلهای فریمان شد، خجرایی که در سرگی از مزار که می آید تا چارکنده خود دیدیم تا ولسوالی را، یرا در موتر به یک قسم تیر می شه. این غلام سخی چی قیرجاد است که از تمام قیرجاد وظیفه داره که نمیدونیم که یک کدام اطلاع داده یا نداده. اگر نداده من بعد قماندان صاحبی در جلسه این جلسه که میاید سه شنبه باید یک پیشنهاد بیده تا بخیر شما که آینده یک ماه بعد میایید باید سرگ از ما باید کار شروع شد دیگه، زمستان شد دیگه. ما شما علمی رو خواهش میکنیم دیگه، پولایی که میاید که وزیرا میخوره و و کلا میخوره دما نمیرسه و ما از او مال خدا بیتن. این خواهش میکنیم که در آینده غلام سخون بقید دیگه تو وظیفه دار هستی که یه ازی که ما از حال خود کردیم از طرف ملت، شما این اگر عریضه دارین چی خوب، اگر ندارین باید قیردارا میاید عریضه بیتین که باید پیشنیاد شد من بعد بخواه کار شروع شد، زمستان شد دیگه، تا که دیگه ما انتظار بشینیم که دیگه کس نیست، اینا خدا که توی رسانده امروز ما این عرضی حال خودت به شما کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این بحثی که شما کردین جناب قماندان صاحب بعضی اشاراتی دارن که میشه که توجه بکنید. به خاطر که همه مسئله سیل و سیل زدگی و این گفا یک 20% 30% مربوط پولیس هم میشه. یک 180 مال رو که از قلعه‌باز جز سرکوچه و نریجی برده بودن، یک نفر برده بودن، دمای همه مارندگی زیاد بود. از دره راست شانجیر یک 80 دانه مال برده بودن و نمونا رو ما رو پرش در مرکز دادیم و نمونا رو خبر کردیم، همونا رفتن یک از کمک‌های دولت مستفید شدن. اما در قسمت کاری سرگوه سرگ بابا قوچی یه طرف شید و سرگ دیگه شید و طرف بابا قوچی دیگه سرگ از وصولی پایم شید و سرگ جر شخ شخ یار ما رو پرشید در مرکز دادم، اما دازی کسی پیدا نشد که رفتن. اما چیزی رو که دولت توجه می ولی اوستی تو در اینجا یک گفت میزنه دیگه پشت از اگر نمیگه ما طرفدار از اگر پست در اون وقت زمانی که ما رو برشید دادیم که جر بابا قوچی و جر شرشر سیل بود، ما رو برشید سنه چی پیش از ما موجود هم او رفت تا وزارت از وزارت باز از وزارت داخله رو میتر در حساب چی زید یا وادیس، ولی کسی نبوده که تحقیب کنه که همی جور شد نگه فرموده شما خوب است، ولی اگر اکن از خود مردم هم بکنید. منظور از گرد مایی است. اسناد بسیار دقیق و موثق به زمان و سال و تاریخ شما در پیش پلیس خود داریم، در جایی که دا کنیم که از ما پول از ما رسیل بوده چی بوده این تا زید یعودیس هم رفت از طرف بوده، ولی کسی باشه پیگیری کنه همی جوی رکسیل بوده جور شد خیلی از نوع مومی نمویده دیگه از مردم شانجیر نمویدهش گرفتم، اما کمک رو کردم. یک بار دیگر از حضور هر کدام شما
قلبا سپاسگزاری میکنم و ما به نمایندگی تیمم که آمدیم در اینجا خیلی خرسندی دارم چون خود در جمع شما احساس میکنم و واقعا که خیلی بایی حضور پرشکویتان محفل ما را خیلی رنگین ساختین. خدا کنه برتان خسته کن نباشه. از حضور هر کدام شما تشکر. بسیار تشکر از کل شما. جناب قماندان صاحب بخصوص از شما و نماینده مقام ولسوالی. خیلی تشکر از شما. دوستای عزیزی بیننده ای بود داشته های برنامه ما در این قسمت. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم. شما دوستان را به الله پاک و لایزال میسپارم. خدا حافظ و ناصرتان باد. این برنامه از طرف مجتمع جامعه مدنی افغانستان برای شما تقدیم گردید.